دماغه زشته نباشتن. خب اولش نشناختمش، دماغ اون بوده که کجا چال کرده. بیاد تو دانشگاه میخواست بیاد تو کلاس سه بار جلو عقب کرد فرمو میچرخه. دکترش دکتر بوده، پنج طلای جراح پلاستیکای همه تهران. پس مشورتتون کردین؟ بله آقای دکتر، ما فکرامونو کردیم. نه بله، هر سه عمل میکنیم. هر سه؟ آخه جون شما عمل میکنید؟ ما که نه مادر جان، دیگه شما دیگه مشخصه که مشخص نیست. اما ظاهرتون اینو نشون نمیده. چطور؟ من فکر میکنم ازدواج اونقدر مقوله مهمی باشه که نخواین با یه همچین مسائلی قاطی کنین. اون آقا پسر باید دختر خانم شما رو به خاطر خودش بخواد، نه بینیشون. قطعاً ماشاءالله افسون من اینقدر جمالات و کمالات داره که داماد آیندهونه برای یه تیک دماغ ناقابل نخواد. خداییش آقای دکتر، اگر این پسر حرف زده باشه نزده ها. البته خب دختر ما یه سر و گردن بیش، خودش و مادرش این فکر رو کردن. بله آقای دکتر، با مادرشون با هم تصمیم گرفتیم. من گفتم ماشاءالله جمالات دخترم که فراوونه، یه دماغ جهنم و دماغم روش، حتی چیز زیادی هم نداره، یکی که این شره کرده این پایین، اینو بکشین بالا، یه دستی به سر روش بکشین، حل دیگه، حرف و حدیث نباشه. بفرمایید بالا پیش خانم کلاری صحبت‌های تکمیلی رو باهاتون داشته باشن، تصمیم نهایی رو که گرفتیم بهشون بگین، زمان عمل رو تعیین میکنن. فهم میکنم دو هفته دیگه. چشم آقای دکتر، خدا از برادری کمتون نکنه. در مورد کمالات شما هم بسیار شنیده بودم، اما خب شنیدن کی بود، والنده دیدم. خواهش میکنم. با اجازه، ببخشید. خیلی ممنون آقای دکتر، من واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. قربون اون شکل برم. با اجازه آقای دکتر، خواهش میکنم. ببخشید. صحبت نگفته مونده؟ باید توجه داشته باشید که عمل زیبایی عملکرد اصلی دماغ رو تحت تاثیر قرار نده. منظورم عمل تنفس و یا حس بویایی که ممکنه تو دراز مدت لطمه ببینه. اونهایی که متقاضی دماغهای فانتزین عروسکی ها هست، فینگلیا، بله، اونها با همچین تقاضایی متوجه نیستن که ممکنه بعد از مرور زمان یا گذشت سن یا فصول سرد سال چه لطمات جبران ناپذیری رو به خودشون تحمیل کنن. نه بد میشه. ببخشید به من توجه میکنی؟ چرا؟ بله حواسم به شماست. در حال میخواستم بدونم اگر دنبال دماغ به ظاهر زیبا ولی پر درد سر نیستید بفرمایید. نه قربونت برم، الان کی دنبال درد سری که ما باشیم؟ یه دماغ معمولی. نه میخوام دکتر واسه سنگ تموم بذاره، یه دماغ واسه بسازه مدل افسونی، هر کی بیاد تو مطب بگه اینجوری بخوام. اینجوری؟ اینجوری الان که نه، که اینجوری بعد از عمل دیگه. کلار جون قربونه برم، چرا راه دور میری؟ فکر کن دماغ خودت. ما واقعا؟ آره. پس چی؟ البته بگم ها، این حکم کارت ویزیت دکتر رو داره، مثل این بعید میدونم. البته دماغ شما هم بیراد نیستا. بگن ما داریم و بگن بله، آبچه گونشی را داره، یه دستی بعد به سر روش بکشی. اینه اینجا این تو کشو. اینجا. بالاخره ما از فک و فامیلای دکتر هستیم دیگه، توقع داریم. گلاری جا میخوام همچین دماغ بسازه ها، دماغ. البته به نظر من دماغ افسون جان جا برای بهتر شدن داره. ما شما خوب بشی یه سماده این تاکو بکشی دفعه بکن این کارو. آقای دکتر بقیه مریضان منتظرم. باشه بفرمایید. خب آقای شرافتی، میشه حرفتون رو راحت‌تر بفهمین که من به بقیه بیماران برسم؟ بله، شما که آقایی رو در حق ما تموم کردین، مخصوصا هزینه عمل و اینا با ما راه اومدین. شما چیزی فرمودین؟ بله
ولی نمیدونم چجوری خدمتتون عرض کنم که من با همه تخفیفی که به شما دادم بازم از من تخفیف میخواد؟ نه آقای، من تا جایی که میتونستم کمکتون کردم. بقیشم که سهم کلینیک و تیم جراحی و هزینه اتاق عمله. واقعا دست من خارجه. آخه تهیه جهیزیه و خرج و مخارج بنایی و یعنی گفتم اینا اول زندگیشونه. حالا نرن مستأجرشن، اینه که یه کمی دست و بالم تنگه. وگرنه بنده اصلا جسارت نمیکردم. روی چشام میذاشتم و تقدیم میکردم. الان چه کاری از دست من برمیاد؟ میخواستم اجازه بگیرم یه چک یه ماه و نیمه، اینه که تقدیمتون کنم. چیزی فرمودی؟ خداییش دکتر خیلی خوبی رو انتخاب کردید. همین که اسم ایشون رو از لای آگهی های روزنامه ها و مجله ها پیدا نکردید خودش خیلیه. بی اغراق ایشون درصد موفقیت عمل رو دقیق بهتون میگن. باقیشم که دست خداست. افتادم به دلشورا، انگاری تو دلم دارن رخ میشورن. خب حق دارین، دختر مثل دست گلتونو که مریضم نیست با پای خودش سعی و سالم دارین میفرستین اتاق عمل. همون دیگه، الان دوباره دارن میشورن. البته داشتن آگاهی لازم و آمادگی روحی و روانی و کمی هم صبوری برای گرفتن نتیجه بهتر لازمه. عزیزم شما فکر میکنین آمادگی رو دارین؟ آره مادر جان، آره. همچین میگه انگار میخواد عمل وای پس قلب بکنه. عمل زیباییه دیگه، چشمشو ببنده باز بکنه دماغ شده یه نقط. نه فندق، یه عمل خوب لزومن داشتن یه دماغ کوچولو نیست. باید علاوه بر رفع عیوب ظاهری به مشکلات تنفسی احتمالی هم فکر کرد و علاوه بر اون رفع عیوبی که ممکنه در آینده پیش بیاد. یه راه دیگه، هوا میره میاد. الان شما نفس نمیتونی بکشی؟ من نمیدونم شما برای روحیه دادن اینجا نشستی یا سکته دادن. ببخشید منم نفهمیدم شما بالاخره دلتون قرصه یا توش دارن رخ میشورن. الان اینجوری گفتین دوباره دارن میشورن. اصلا نمیشورم مادر جان، خیالم تخت. آقای دکتر میخواستم خدمتتون عرض کنم همشو چک نمیدم. صبح روز عمل 2,000,000 رو من نقد تقدیم عزت علی میکنم که خب شما هم دستتون تنگه دستون خالی نمونه. آقای دکتر نمیدونم چه شیر پاک خورده ای تو دخترهای فامیل یا تو مدرسه روش اس گذاشته بود که مثل برق تو فامیل و محل و حتی دانشگاهش پیچید. افسون دماغ. خب برای یه دختر 27-8 ساله تحصیل کرده خوبیت نداره دیگه. اینه که من و مادرشون واقعا تمام تلاشمون برای اینه که این سابقه رو از بین ببریم. افسون دماغ. یا الله خوش آمدید. بفرمایید. بله بله. مبارک. مبارک باشه خانم شرافتی. خدا قسمت کنه یه شوهر خوب اگر پیدا بشه نصیبتش. این چه واسه من زیاده شوهره. تبریک منم به خاطر دماغ جدید افسون جونه. نه قربون، افسون من با دماغ جدید، با دماغ قدیم اون چه براش فراوان بود خواستگار، برای تو ایشالله پیدا بشه. میشه ها؟ تو فقط دعا کن. میشه. چقدر ساکته، یه دستی چیزی دست میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من پیروی نکند از من نیست. به میمنت و مبارکی و در ظل توجهات حق تعالی و با اجازه بزرگترهایی که در این مجلس حضور دارند، دوشیزه محترم خانم افسون شرافتی،
با مهریه یک جلد کلام الله مجید، یک جفت آینه و شمدان و تعداد 14 عدد سکه تمام بهار آزادی که تماماً بر ذمه آقا داماد دین است که این دل مطالبه به شما پرداخت نماید. عروس خانم، با صداقی که ذکر شد آیا به بنده وکالت می‌دهید شما را به عقد و ازدواج دائمی آقای فرنود لاجوردی درآورم؟ عروس خانم، وکیلم. با اجازه پدرم و مادرم. بله. یه نیم رخ به من بدین. ممنونم. چپ و نگاه بکنی. عالی شد. اون سمت. ممنونم. عالی شد. مایی. عالی شد. اون بر. اون سمت. عالی. اون سمت. شهره. میگم اگه این دکتره نبود این دماغا درست کنه دختره رو دستمون مونده بود. خوبه آقا، خوبه. هر کی ندونه فهم کنه بچه‌م رو دستم باد کرده. ماشاءالله کمالات که برش تمام. یه نکته انحرافیش این شوری تو که بینیش بود که اینم به یاری خدا داریم حل میکنیم دیگه. نه میگم چون بچه رو به رشده، میگم نکنه دوباره دماغ رشد کنه. این از این بیشتر میخواد رشد کنه دیگه، رشدشو کرده دیگه. شهره میگم یادت باشه نادر و خواهرتو دعوت کنیم یه شب. من حوصله ندارم زیر دین با جناق باشم. فردا بگه با جناق فامیله عجیله. خیلی خوب، بچه میشنوه روحیش تضعیف میشه. ما افسونم ما چه عکسایی بشه. خیلی خوب شد. سلام علیکم. سلام جناب شهبایی، قربان شما. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. مرمت شما دارید. ماشاءالله قربان شما. ایشالله که بخوایم پیر بشن. سلامت باشین شما. آقای دکتر تشریف نیوردن نه؟ خیلی سلام رسوندن و تبریک گفتن. به. بفرمایید. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. لطف کردن. ایشالله که بتونید تلافی بکنید. آیش میکنم. انجام تلافی کردیم. بفرمایید. طبقه پایین برای خانوم هاست. طبقه دوم هم برای آقای. شما بفرمایید. 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 من هستم خدمتتون. شما بفرمایید. فعلا با اجازه. قربان شما. آقای دکتر خوبید. حسابش خالیه. خالیه؟ بله. یکی دو بار زنگ زد گفت که نرو بانک پرش میکنم. میخوای برگشت بزنم؟ نه، بزنین کسب رو تکلیف کنم بهتون خبر میدم. بله. سلام آقای دکتر. سلام بگو. آقای این آقای شرافتی که یک قرون پول تو حسابش نیست. اینا رو آشا معرفی کرده. به خانم کلاری بگو بهشون زنگ بزنه. اگه جواب نگیره به خودم بگی من خودم پیگیری میکنم. خدافظ. چشم خورد میدونم باید خورد بکنیم. مال تو خورد کرده است، مال من خورد کرده نیستش که باید خورد بکنیم. سب کن تو کرم الان اضافه میکنم چون کرم رو میخوام. پیاز رو هم بزنی. پیاز رو هم بزنی. چه داره میسوزه؟ من که کم کرده بودم اینو. چی سوزه؟ اوی تو اینها گیر با گیر نسوزه پیازم. اوکی ها؟ تو چی کار داری؟ الو؟ سلام کلاری جان، احواله چطوره؟ مادر خوب هستی؟ قربونت برم ایشالله. آقای دکتر خوب هستن؟ فهمیدم خانم. چه خبره؟ شیش بارم رو تلفن من زنگ زدم. مگه چکشو پاس نکردی؟ از کجا بیارم؟ مگه داشتم که ندادم؟ حالا دو هفته که دیگه اینقدر کولی بازی نمیخواد که بمیرم. مثل که بچه های دکتر سر بیشام گذاشتن زمین. گلاری جان، شرافتی داره سلام میرسونه. محسا سلام. مو میگه امشب یه دونه فسنجون ویژه داری. چی رو شام بردارم بیارم اینجا؟ نمیاد؟ میدونم مادر جان، اینقدر شما سرتون به دماغای مردم گرم، مگه وقت مهمونی رفتن دارید؟ نیایی بگو تا یه ساعت دیگه من خودم به شیبانی زنگ میزنم، یه جایی قرار میزنیم پولشو میدیم. اتفاقا شرافتی داره سلام مجدد میرسونه، میگه که تا یک ساعت دیگه من چک دکتر رو پاس میکنم. آره قربون شکلت برم، سلام برسون. تا یادم نرفته کلاری جان، میگم الان دلار گرون شده، وقت مزنه دماغ چطوره؟
پوندم کشیده بالا. دلار چی کار داری؟ غذات سوخت. این بالا پایین کشیدن منو بدبختم کرد. کلاری جان میگم تا از این گرونتر نشده این آبچکونو بسن. مادرانه دارم نصیحتت میکنم مادر جان، بکن این کار. این دماغه نمیخوام. خانوم افسون ها من که خوابم برد. من کلی دم همکارامو دیدم که بتونم بیام مرخصی، اون وقت تو میگی من که خوابم برد. مگه امشب پرواز نداریم خانوم؟ پرواز؟ بله پرواز. بلند شو آماده شو. تو اصلا معلومه کجایی؟ تو کجایی؟ من که همینجا نشستم. منم اینجا نشستم. که؟ حواست نیست. بگیر آقا، بگیر ببر اینا رو بفروش، پول دکتر رو بده تمومشو بره پی کارش. بگیر. نمیخواد. چی رو نمیخواد؟ مگه قول نده یه ساعتی دیگه چک دکتر رو پاس کنی؟ من برای جهاز افسون یادگاری های مادر خدا بیامرس رو نفروختم، حالا برای چندر قاز پول دماغش بیام اینا رو بفروشم؟ خانم من خودم درستش. دروغ میگی؟ دروغم چیه؟ پولو ور میدارم میرم میزنم تو صورت آقای دکتر. چرا آقا؟ چرا شما با این بنده خدا دکتر ور افتادی؟ بد کاری کرده، اون همه بار رو صورت بچه‌م برداشته، بچه‌مو مثل پر کا سبک کرده. اون همه بار رو صورت دختر ما برداشت، همت قلمبه گذاشتش اینجای دل من. برای که پرروه. وگرنه پاس کردن چک برای من کاری نداشت. یه دیگه میدونم آقا، میدونم. بهمن زود برگردی ها، بچه ها میخوام برن سفر، میخوام باید خداحافظی کن. اون چایرم بخور، الان دم کردم. خداحافظ. برو به سلامت، درم ببند. شکر رفتش به اینو دست ازت. خدا رحمتت کنه. دوست نداری من اینا رو بفروشم؟ نمیفروشم. کجا موندی؟ چرا اینقدر طولش دادی؟ ما هنو وقت داریم، شما از خوابت بزنی ما به موقع به پرواز میرسیم. فرنود تو دلم دارن رخ میشورن، بیا زودتر خونه بریم. بس که میخوابی و فکر و خیال میکنی، حتما دوباره در مورد دماغت کابوس دیدی ها؟ خانوم من افسون، اینقدر که من و تو این مدت در مورد دماغت حرف زدیم، در مورد بخت و اقبال و سرنوشتمون حرف نزدیم. بابا این قضیه تموم شد، رفت به کارش. دستتو بنداز پایین، این چه طرز حرف زدن با منه؟ ببین سرم خوش شد، میریم بالا برای خدافظی. با دست اینجا، تو چشای منم زل نزن، بوده حاضر شو ببینم. لوس؟ بیا مادر، نوشه جانتون، بخور مادر. دستتون درد نکنه. بفرمی. دست درد نکنه. دست درد نکنه. چایی مامان پس. مامان میگم بابا نمیخواد بیاد، میترسم دیرمون بشه ها. چرا مادر؟ زنگ زد گفت نزدیک خونه هستم، رفته پول دکتر رو بده. واقعا؟ نه با شوخی، واقعا دیگه. حلال زادم هست. سلام آقا جون. سلام. سلام آقا قصد. سلام بابا جونم. خوش اومدیم بابا، خوش اومدیم. بیا بیا میخوام چایی بزد بیارم. بیا
خوش اومدی. خوش اومدی. بیا من همینجا پیش خودم بشین. بیا بابا. خسته نباشی. سلام علیکم. خوش اومدیم بابا. یه چای بریزم. نه نه نه. شما بشین سرجت، من خودم برای بابا جون. اصلا نمیخواد. من خود مادر احتیاط. کم رنگ بریزی یا. چه خبر آقا بهمن؟ رفتی؟ برش دادی؟ آفرین. آفرین. واقعا همشو دادی؟ بله همشو. بابا جونم الهی قربونتون برم، نمیدونم چجوری تشکر کنم، داشتم از دلشوره میمردم. میدونم مادر، بابات مسئولیت پذیره. نگاه به دور و برت نکن، دماغت حلالت باشه، کیفشو ببری ایشالله مادر. تا قرون آخرشو دادم. آخر. بابا قرضو باید داد، چکو باید پاس. باشی سالم بری سالم برگردی. ایشالله. بله بله. مامان جونم الهی قربونت برم. حواست به گلدونه منم باشه، واسه اونام استفاده کنم. مادر مگه میشه حواست الان باشه؟ چش رو چش. کی توی ناگیر باید بگی داما جانو میرم. نگه. یادت باشه واسه بابا باید یه سوغاتی ویژه بگیری. که حتما. نه بابا اصلا این حرفا چیه؟ منم و همین یه که تمام زندگی با میریزم زیر پاش دیگه. حالا یه چک و دو چک 2 میلیونی که اصلا چیزی نیست قربونت. ببین بابای من همچین آدمیه، بعد من نمیدونم خالم الکی نگران چیه، چک پاس میشه نمیشه. نکن. اه چی شده مامان؟ آقا نادره با تو کار داره. نادر با من چی کار داره؟ داره میاد بالا میگه چی کار داره. سلام آقا نادر. سلام آقا نادر. سلام نادر جان، خیلی اینجا رو روشن کردی. حالا برای چی اومدی تو این شبیه؟ یعنی شما نمیدی برای چی اینجا آقا بهمن؟ نه من نمیدونم. جلوی جمع بگم خرابت کنم؟ گفتی یه بار. خب پس ایشالله تیکه تیکه میشم اینجوری خفت و خاری نکشم. اینی که دیگه نگفته بودم. نه اینو نگفتی. خب پس خدا رو شکر. وای بنده خدا چقدر با ما مدارا کرد. غیر از اینه که همه ی دکترا همشون پولو قبل از عمل میگرفتن، چقدر با شما را اومد. غیر از اینه آخر سرم خوب حقشو گذاشتی کف دستش. میگه آقا ملاحظه ما رو نکردی، ملاحظه بنده خدای بدبخت فلک زده آقا نادر رو میکردی. وای 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 یادت مامان، اون اول 2 ماهه اول من هر جا میرفتم همه اول دماغو میدیدن، کسی منو نمیدید که. آقا چرا راه دور میریم؟ شب عروسی غیر از اینه سمیرا دوستم بالا سرم وایساده بود قن میسابید، هی میگفت افسون دماغتو بده یه دوری با هم بزنیم. بس که خوش دست بود مادر، بس که خوش دست بود. وای
دو ما دیگه باده این نماغ بخوابه، من با چه روی پامو تو مطب دکتر بذارم؟ من دوباره باید برم این نماغو به دکتر نشون بدم یا نه؟ نگویم سی جان ماده نماده باد دیگه نگو، من طاقت بادو ندارم دیگه. دیدی بابا، دیدی چه به سر افسون دماغت اومد؟ من میدونم، من میدونم بابا این دماغ دیگه برای من دماغ بزو نمیشه. من نمیفهمم این دماغ چرا برای تو دماغ نمیشه؟ واسه چی؟ واسه چی نمیشه؟ واسه این که این دماغ قصبیه. آخه دماغ قصبی میشه؟ این دماغ حرومه، این دماغ دزدیه. دماغ دزدی میشه؟ پس چی آقا؟ مگه دزدی فقط از دیوار مردم بالا رفتنه؟ ما الان پول یه دماغ بالا کشیدیم، پس دزدی. پدر جان، این دکترها اینقدر پول در میارن که پول شما در مقابلش هیچه. هرسن دو کلام بشنو از مادر شوهر. نه بابا، اینقدر ندید بدیدی تا قرون آخرش هم گرفت. منشیش 10-15 بار رو تلفن من زنگ زده، بعد یه نفرم گذاشته بود که منو تعقیب کنه. جدی میگی؟ دکتر وای خدا، در و تخت رو چه جفت هم کرده. میبینی؟ من میدونم، من میدونم این دماغ دیگه واسه من دماغ بشو نیست. من میدونم آخر سر این دماغ یه بلایی میاد. نه قربونه برم، ما رو باش دلمون رو خوش کرده بودیم میریم ماه عسل. شرمنده پدر جان، باید تجدید نظر تو هزینه های بلیط هواپیما و هتل و اینا بکن. ماه عسل بخوره تو سر من. من تو این هاگیر واگیر میخوام باسم چه غلطی بکنم. قربونت برم. آقا بلند شو، بلند شو، بچه‌ام سر دماغش بلایی نیاره. مادر جان من خیلی وقت بلند شدم. خب برو پس. اوه استرس تو صورتتون موج میزنه. علاوه شرایط محیطی من هم سر این خانم هستم و خودم بهتر میدونم ایشونو بیارم. اصلا تو این موقعیت شما چرا داماد آوردی؟ آقا دماغو کند برو. افسون کجا؟ وایسا. اوه این توپش خیلی پره. راستی ببینم چی شدی و این قاطی کرد. خب پدر جان تو قهوه رو بار بذاری، من میرم میارمش آرومش میکنم. نگران نباشیم با من. افسون خانوم بیا بیرون با هم حرف بزن. برای اینکه شدت ناراحتی تو نشون بدی لازم نیست منو پشت در نگهداری. همون در اتاق تو ببندی به روما، همین اثر رو داره. من عمق ناراحتی تو رو درک میکنم افسون. اصلا میدونی چیه؟ نمیخواستم اینو رو کنم ولی حالا میگم. خونه پرش، خونه پرش بابا، نهایتش خودم پولشو میدم. واقعا؟ آره دیگه، با یه بدبختی بالاخره یه خاکی جور میکنم میدم. حالا که اینطوره بفرمایید آخه. از موقعی که خوابیدی لحظه به لحظه داره دماغت بزرگتر میشه. اما این دماغ به این بزرگی چی کار کنم؟ از روز اولشم بوده تر شده. بیا بریم بالا، از پدر مادرت خداحافظی کن. اما این دماغ ماما از توی این خونه بیرون نمیذارم. تو باید رفته رفته به این وضعیت عادت کنی. نمیام ماما، این دماغ از خونه بیرون نمیام. مادر پدرت که غریبه نیست. این دماغو نمیخوام. نمیام.
ایشالا سالم بری سالم برگرد. آره. خوبه؟ دوست داری؟ آره ما که منم عاشق بوشم. ما که دیگه سفر نمیریم. بهتر که کش به حسون. ایشالا سالم بری سالم هم برگرد. مامان جون ما دیگه تو این وضعیت سفر نمیریم. قرار شد بعدا ماما شده خودم بریم شما. میدونم مادر جان. واسه سفر جود نمی کنم که. چی؟ واسه صده کاره. سالم بری سالم هم برگرد. چی شون؟ ها. ما رو بر کن دماغ چیزی نشو. نه مادر جان احتیاط کن یکم دیگه. آخ گفتی احتیاط یاد بدبختی افتاده. چرا یکم احتیاط بدبختی داره؟ نه اونو نمیگم که دیشب از سر شب من این سر گذاشتم رو بالش تا خود صبح یه بند خواب بد دیدم. اگه بگی این صدای دست از سر من ورداشت ور نداشت یه بند هی گفت افسون افسون تو با این دماغ حرومی سر سالم بگون نمیبری. بگی زبونتو گاز بگیر. یه حرف شگون نداره با زرس داری میری یه 100 تومن 200 تومن صدقه بده. حواست باشه آمادره. خب دیگه ولش کن دیگه ولش کن. احتیاط شرط عقل. دوباره چی شد؟ هیچی پام بود مهم نیست. ندار نایه دماغ نباشه. نه چیزی جا گذاشتی؟ نه گفتم سر را برگشتنی دو سه تا تیکه طلای سر عقدمو بفروشم مشکلمون حل شه. به 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 چشم مادرت روشن. چشمم روشن چه معنی داره عروس به سر سال نکشیده دست به طلای سر عقدش ببره؟ مادر جون شما گفتید اینا برای روز مباداست. خب امروزم روز مبادا. روز مبادا؟ حالا کو روز مبادا؟ اینقدر شما تو زندگیتون فراز و نشیب دارین که این میمونه واسه یکی از اون شیبا. آه شیب. آره مادر شیب. بابات خودش یه جوری جورش میکنه. اینا هم پیش من میمونه. دیگه افسی دست نمیزنی به اینها؟ شگون نداره مادرها؟ افسون ها چیه؟ دیرمون شد. کجایی با؟ صدای اینم خشدار اصلا رو اعصاب منه. برو مادر برو جلو صداشو بگی من برم اسپند رو بیارم همسایه یه وقت چشت نزنن. صد ایرادار صداش اصلا. افسون همون هم نمی کنه. چی میگی؟ چیزی نگفتم میگم دیرمون شد. منتظر مامانم. خب مامانم دوست داری؟ دور آخر خورتی بکتر نرشه بریم کش بزن. بیا مادر یاد از داشت در نایمده. باشه آه افسی تو یادم نرفته؟ خواه میگم فرنود دیشب اومد پایین مادر هیچی نگفت؟ اومد دید من ناراحتم کلی دلداریم داد بعد قصه تعریف کرد و من خیالم راحت تو سرم گشتم رو بالش راحت خوابیدم. کابوسایی که تا صبح دادی معلومه چقدر راحت خوابیدی. حالا به غیر از لالای خوندن یه چیزایی هست که دیشب گفتم؟ نه چرا؟ نه در ارتباط پول دکتر؟ نه نه شما کجا میدونی؟ من هیچی مادر جا. یعنی چی؟ یعنی من فالگوش فرستادم؟ افسی من نگاه کن مرگه مامان اینجوری فکر نکنی. من دیدم اینجوری پرسلابت اومده پایین گفتم حتما بخواد پول دکتر رو بده. میده دیگه نه؟ پرسلابت اومد تو. خب مامان جان من بروش نیاری یا نه قربونت برم چی شد؟ اومد تو زل زد تو جفت چشام گفت مشکلی باباته خودتون حلش کنی. اه چی میدونم صدا خوشگله گفت نه به همین زودی دومش زد بیرون. مابا سلام مادر جان. دست شما درد نکنه. راضی به زحمت نمیدم. جان دوست داری؟ بترکه چشم به حسود دیگه اسفن نداشتم ببخش. بری به سلام خدا فرس بری قربون شکل برم. بری به سلام. پشتی صندلی خود را به محل اول بازگردانید و در طول پرواز به علامت نکشیدن سیگار توجه کنید. لطفاً به جای مسخره بازی و حواست به رانندگیت باشه. راستی افسون یادم نبود. ببین کمربند ایمنی درست خراب نباشه.
اصلا با تو نمیام. نه 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 شوخی کردم، عجب آدمی هستی. شوخی کردم. بازم شه این دیر شده. این روز بازم شه خود. اصلا با تو نمیام. نفیگم بایسا. حواست به رانندگی باشه دیگه. تا آخر عمرت میخوای اینجوری زندگی کنی؟ چجوری؟ تو ترس و هول و ولا. یه سر چیز باید یه سر مراقبت کنم از سر صورتم. جلوتو نگاه کن. مواظب باش. خیلی خوب هولم نکن دیگه. بیمسته. خانم معلم مواظب دماغتون باشین لطفا. سلام، آرام آرام حرکت کن. سلام. بله سلام. ای بابا این کارا چیه میکنی افسون جان؟ اینو بخور. نه نه هیچی نشد. اینو بخور. نه بابا من گفتم برات بوده میگم. کار کردی مشقفور؟ خب حواستو جمع کن. من که کاری نکردم خانم. آخه نمیدونم افتادن یه فانوس کاغذی ترتیدن و هول کردن داره. پاراجور که نیست. آه حتما خیلی دلت میخواست پاراجور بخوره تو صورتم. نه من غلط بکنم مثال عرض کردم. بفرمایید چایی. خانم آیا به برس خانم برو کنم به برس نشد مشقفوره که من دور کنه. ببین من توی این فصل سال نمیتونم معلم پایه ابتدایی برای مدرسه جور کنم. بهت گفته باشم ها. مواظب باش دیگه. اصلا چایی هم نخواستیم. بفرما. بیا عزیزم. بابا نمیخونم من از قد گرفتم. نه ترس مادا نه ترس. منم دیوار که نیستش که. خواب که نبودی؟ نه بابا خواب چه مامان؟ یعنی این سر رو بالش میره ها، ولی تنها چیزی که به این چشما نمیاد خوابه. فقط کابوس. آخرین بار میدونی چی دیدم؟ با همین صورت آه رفتم تو دیوار. آی مادر جان یه ریزه دماغ بدادیم تو هم که هر دقیقه میری تو اون. حالا دماغ رو برکن سبزی رو بچس. نگاه امروز صبح رفتم شنیم پسر رجزه هست افغانیه. سه شنبه. آفرین سه شنبه. دیدم سبزیش پرپر میکنه گفتم واسه تو میگم. مرگ من ببین ببین چیه. دست درد نکنه. خوبه مرگ من ببین. فرنوز خوابه؟ از خونه نریمده. بهتر اینجا. تمام پس دستیم. خب حالا هر چی داری بریزو دایره. پس اندازه دادی؟ بودم پس انداز. همین که داشتی حساب کتاب کردی. وای ابسی چقدرم تو بدخطی. بودو مادر بودو بودو. تادا بده من ببینم
چرا اینقدر بی نظم؟ چرا اینقدر بی انضباط؟ این چیه؟ با نظم و انضباط بود مامان، نیست از تو سرخ کن در آوردن. خب مال منم تو لباسشویی بود. نظم و انضباط رو میبینی؟ چقدر یه سالا؟ یه تومن. این دو تومنش کمه که تو بگم چه کارت نکنه عکسی. تو این هاگیر واگیر بی پولی گیر دادن به دماغت دیگه چی بود؟ مامان داری میگی جان من، من ببینم یه نگاه بکنیم رو خوب ببین. صبح خواب بلند میشم اعتماد به نفس داغون پایین، اینجا خودم که تو آینه نگاه میکنم میاد بالا. گفتی بالا یاد بابات افتادم. این کاراشو مثل کوه رو دلم سنگینه میکنه، دلم هم بدبختی براش میسوزه. از همه طرف تحت فشاره دیگه، از یه طرف خرج و مخارج عروسی تو، از یه طرف جهازت، از یه طرف باز از این موقع قسط وام بازسازی خونه رو بده. اون پایینم که داده بودیم رهن و اجاره، یه آب باریکه بود برامون، اونم که دیگه تا اومده خدا رو شکر خوش شد. الهی بمیرم. پس بگو انقدر زیر فشار بود که مجبور شد اون چکو پاره کنه بذاره تو دهنش قلم به قورت بده؟ نه بی خود، مگه به فشاره؟ هر کی تحت فشار بود بچه که مردمو قورت بده بزنه زیر قولا قراراش. حرفا میزنی؟ چایی بریزم؟ بریزم. نه تو نه الان با دماغ میری تو قوری، من خودم میریزم. آخ گفتی، از صبح کار من شده همین، همش یه گوشه وایسادم که بلای سرم نیاد. با این کاری که بابات کرد حسابی پیش خاله و شوهر خالت سکه یه پول سیاه شد. حالا منو باش چه فکرا میکردم. گفتم بریم یه تابلو فرش چیزی بگیریم واسه عذرخواهی بریم پیش بورگیران، ولی گو دیگه پولی باقی نمونده که پولی نداریم. مامان جونم الهی قربونت برم، خودتو اذیت نکن، من یه فکرایی دارم. آفرین، فکرا میکنی کرد بانو هم که شدی. چیزشو فسنجون درست کردی؟ فرنود فسنجون دوست داره. خب صد سال سیاه دوست نداشته باشه، قلی پشت دماغت وایسا گردوی کلی فلان قدری واسش میبزی، دو تا دونه نیمرو میزه تمامش بکردی دیگه مادر دی. مامان جون فرنود فسنجون دوست داره. ای اره کلک مگرم؟ نه نه انصافن میرسه دماغ من؟ نه این که واسش فسنجون درست کردی. آقا فرنود. بله در این کپی میشه پس کار کمره. واا خانم خودتو به زحمت انداختی یا ما اومدیم خودتونو ببینی؟ بفرمایید. بله آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ این مدت که با هم هستیم جز املت چیزی به ما ندادیم. احساس کردم رفتار امروز صبح هم اصلا شایسته نبوده، برای همین غذای امشب حکم عذرخواهی سرآشپز رو هم همراه خودش داره. خواهش میکنم خانم. اجازه بدید. شرکت چه خبر؟ هیچی، به رئیسم گفتم به خاطر حجم کارهای شرکت سفرمو عقب انداختم. وجدان کاری و اینجور چیزا کلی حال کرد. منم که هیچی، از صبح همش تو فکر دکتر و مشکلی که ما باهاش داریم بودم. مامان بنده خدا من به هر دری که میزنه هیچ اتفاق خاصی نمیفته، هی این در اون در. حالا مامان هیچی، تو خودتو به در و دیوار نزنی که دماغت بیمه بدنه نداره. فقط تو با مزه‌ای. بالاخره این آبروریزی باید یه جور درست حسابی حل شه، درسته؟
بابا چی؟ اون خودشو به در و دیوار نزن؟ چه توقعی داری از پدر جان تو این سن و سال؟ هر کاری که از دستش برمی اومد برای ما انجام داد. وام نوسازی گرفت برای این خونه. از این ماه باید چیکار کنه؟ وامو پس بده. یه پولی هم کنار گذاشته بود برای عمل دماغ من، مجبور شد پس بده به مستاجره. چرا؟ چون این خونه رو آماده کنه برای دختر و داماد گلش که اول زندگیشون مستاجری نکشن. حالا چی شده؟ داماد گلش نشسته تو خونه پدرزنه، شام میخوره، پشت سر پدرزنه صفحه میذاره. بیچاره انقدر بهش فشار اومد پیره مرد که باعث تو چک طرف رو یه خورد بده. از من به قابلیت های تو در انجام کارا هیچ شکی ندارم، ولی لیزا چیزی شده؟ میگم چیزی شده؟ نه چیزی نشده. مگه چیزی شده؟ ولی انگار میخوای یه چیزی بهم بگی. ها؟ نه، در حد همین حرفای سر شام. ببین فرنود، من و تو زن و شوهریم دیگه، قراره توی مشکلات پیش هم دیگه باشیم، درسته؟ در خوشی و ناخوشی با هم باشیم و اگر مشکلی برای هر کدوممون پیش اومد چیزی از هم دریغ نکنیم. خلاصه هرچی که داریم بذاریم وسط. بذاریم وسط. خب این سالاد کاهو رو بذار وسط با هم بخوریم. چیزی شده؟ من نه. نه انگار یه چیزی میخوای بگی. نه فقط این که من و تو هر چیزی که داریم عنوان زن و شوهر کم یا زیاد بذاریم وسط. من میگم اولین غذایی که وسط بخوریم، بعد میشینیم در مورد اون موضوع مفصل فکر میکنیم. ها؟ خواستم بگم بیای تو گرم شی، همون سرد باشی بهتر، هوا بخور. شهره تو چند سال منو میشناسی؟ چه وقت این سواله؟ به غیر اون دو سال؟ نه، تو این مدتی که تو منو میشناسی واقعا دیدی من حقی رو ناحق بکنم؟ از اون لحاظ میگی؟ نه از اون لحاظ نه، انصافا نه. حالا دخترم و دامادم اینطوری منو نگاه میکنم. این نداره آقا، بچه تن حالا اشتباه کردم، تو به بزرگی خودت ببخش. نه اصلا اونا برا من مهم نیستن، میدونی؟ تو برا من مهمی. هی بابا، حالا چرا هی اونجا رو نگاه میکنی؟ بچه ها میان پایین زشته. آقا حرف بدی نمیزنیم، میگم یعنی تو در مورد من اینطوری فکر نکن. نه بد فکر نمی کنم. بد طوری گیر کردم. به جهنم گیر کردی جان. چیزی گفتی؟ نه من حرفی نزدم که. میگم اون طلاهای مرحوم مادر جونو بفروشی؟ نه چیز کنیم به خاطر اینکه از این چیز در بیاییم. بفروشی؟ خودت گفتی که اگه خواستی چیز کنی اینا رو بده من، بده به من. تو مثل که اصلا حالت خوب نیست، همینجا میمونی زاتوریه میکنی. تو نمیایی یا؟ ببین مامان من که اجازه نمیده من دست به اون دوتا تیک طلای سر عقدم بزنم. جناب عالی به عنوان مرد خانواده، به عنوان سرپرست خانوار، هیچ مسئولیتی در قبال مشکل قبول نمی کنی؟ یا اصلا احیانا دلم میخواد بدونم، حتی از روی حس کنجکاوی نمیخوای بدونی ما چقدر پول کم داریم؟ نه. نه؟ آه یعنی آره. چقدر؟ دوتا من 2,000,000 تومان. چه خبره خانوم؟ خیلی خوب تو هم. حالا که حس کنجکاویت برانگیخته شد، شاید بتونیم مشکلمونو با 1 تومن هم حل کنیم.
1,000,000 تومان. تو یعنی 1 تومن پول تو جیبت نداشتی پاشدی راست راست راه افتادی اومدی خواستگاری من؟ یادت رفت روزی که اومدی گفتی من بهترین خونه رو در بهترین جای شهر برای شما رهن میکنم، سفر خارج، سرویس طلا و جواهر، ماشین XXX فلان. چی شد؟ هیچ کدوم که نشد. هیچ. تازه الان تو خونه بابای من نشستی. من از سر شب گفتم تو یه حرفی میخوای به من بزنی، گفتی نه. پس این بود حرفت. نه بابا، کدوم حرف؟ ببین تو میگی که مشکل از پدر منه، باشه من حرفتو رو قبول دارم، هیچ مخالفتی هم ندارم. بشین. تو مگه داماد پدر من نیستی؟ بابای من که پسر نداره. اصلا چه راه دور میریم؟ تو این پسر پدر من میمونی؟ حالا که برای پدر من یه مشکلی پیش اومده، تو به عنوان پسرش نمیخوای یه قدم پیش بذاری؟ به جون اصلا من تولا این زاویه به قضیه نگاه نکرده بودم. آفرین فرنون، حالا از این زاویه به قضیه نگاه کن. یعنی از اون لحاظ دیگه؟ از همون لحاظ دیگه. اما تو که میدونی من دارو ندار و هست و نیستم و ریختم تو حساب بانک مسکنم که تا 2-3 ماه دیگه این وام آماده بشه. اگه پدر شما اون چکو قورت نداده بود، حالا اگر من نمیتونستم یه قسط از اون وامو بدم، میومد بگه داماد عزیزم، جانشین پسرم، قربون اون قد و بالات برم، بیا این 500 تومنو بگیر کمک من. حالا به من بگو ببینم یه دست فسنجون با یه چای دارچین چقدر باید برای من بیفته؟ اصلا دلاری چند تومن با من حساب کردی؟ ها؟ کیه؟ آژانس خواسته بودیم. آقا کی آژانس خواسته بود؟ این وقت صبحی زنگ میزنی که چی؟ حواستو جمع کن. آژانس من منه. شما خواسته. آقا وایسا وایسا، من حواسم پرت بود. من حواسم منتظرم. خب خانم چرا منو بیدار نکردی خواب نمونم؟ یادته که دیشب شام فسنجون خوردی، نی سنگین بود، سو بچه صدات کردم بیدار نشدی. من؟ نه من. ببخشید خانم، مگه آژانس شخصیتون مرده بود که شما رفتین از آژانس محل ماشین گرفتین؟ آژانس شخصی خیلی رو داری. به مامانتون بگید براتون اسفند دود کنن که یه وقت تو مسیر دماغتون با پشه چیزی تصادف نکنه. لیوس. سلام خانم شرافتی، صبح بخیر. خوبی مشقفور؟ الحمدلله.
باد بیداد خاک بر سرم شد. الان میرسیم بیمارستان دیگه. آنه بابا آنه خیلی قمو منه شکسته. نه بابا نشکسته، تو هم شروعش کردی. بیا یه اینو بسو فشار دو شده. آقا جون، آقا، بله، آقا زنگ بزن اورژانس، مریض بد حال دارم. برانکه الان داری میاد. برای تشکیل پرونده بیمارمون بیام خدمت شما. بله، متشکرم از اینکه کلینیک ما رو برای درمان بیمارتون انتخاب کردید. ممنون میشم با پر کردن این پرسشنامه به ما در خدمات رسانی بیشتر کمک کنید. چشم، در خدمتتونم. نحوه آشنایی شما با کلینیک ما: نمبر 1 وبسایت، نمبر 2 معرفی آشنایان، نمبر 3 اس ام اس های تبلیغاتی، نمبر 4 کتابچه‌های تبلیغاتی سطح منطقه یا سایر موارد. سایر موارد، سایر. در واقع درمانگاه شما نزدیکترین درمانگاه به مدرسه ما بود. فقط هم عزیزم، اینجا یه دی کلینین که مجهزه، نه یه درمانگاه. بله، ببخشید. براش آقا به خودت مسلط باش. قول دادی مسلطم مسلطم مسلطم. حل نکنی ها. نه قربونه برم، این سیستم اعصاب اینم خودم ضربه بایستدم طوری نیستش که. چی؟ دستاتو ببینم. خدا تو چرا اول یخ کردی؟ چیه؟ در رابطه با دماغ افسونه؟ دماغش رفت؟ رفت. این دیگه برگشتی هم در کار نیست. وای 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 پروین اینجا چی شد؟ وای سیستم اعصابم. به من بگیر، به من بگیر. وای شوهری جان به خودت بسن. خانم بگیر دماغ رفت. خیر ببینی انشالله چسبید. نوشه جونت خوب شد، رحشم هم دیگه خوب شد. اصلا بچه هم پروری جان از صبح یه حالی بود، اصلا منقلب بود، انگار به دلش افتاده بود یه طوری میخواد بشه. داشت از در که میرفت بیرون به من گفت ماما. گفتم جان ماما. گفت من رفتم، خداحافظ. شهر جون، خب معلومه دیگه، هر کسی که از خونه میره بیرون میگه خداحافظ. همین؟ نه ادامه داره. دستش گرفت به در، دوباره به من گفت ماما. منم دوباره گفتم جان ماما. حتما اونم دوباره گفت خداحافظ. نه دیگه این بار اینو نگفت که. گفت این دماغ واسه من دماغ بشوریست، واسه من نمیمونه. الهی مادرت بمیره، خیلی از دماغش دادی. بلند شو پروین جان، بلند شو. من نمیتونم اینجا بشینم. بلند شو. نه بابا اینجوری خب میترسه، هول میکنه. چرا من طورم نیستش که؟ مگه من دیوونه ام؟ تمام فک و فامیل دارم میمیرم، من میبرم بهشون روحیه بدم؟ نه من مگه حرفی نمیزنم. قول قول دارم بهت میدم. بلند شو بریم. خوبی بابا؟ به نظرتون شبیه آدمایی ام که خوبن بابا؟ کجاست وای؟ نای مادر قربونت برم. افسی جون، افسی جون به من برو گرم مادر. نای ما فدات بشم. خیلی سود بود، خیلی سود بود، بهره ای نبردی. قربونه اون شکلت برم انشالله. دیدی بابا، دیدی چه بلایی سر دماغ من
سلامتی تو درس خونده ای، این که نمیتونی یه بند انگشت دماغ رو نگهداری، من مقصرم؟ تا خرخره رفتم زیر قرض، یه دماغ مثل دست گل بهت دادن، دوم نتونستین دو نفری با اون شوهر خنگت اینو نگهداری. خوبه آقا، خوبه، به خود تقصیر بچه‌ام ننداز، این مال غصبی حرومه، مال حروم به کی وفا کرده که به صورت بچه من وفا بکنه؟ اگه شما دست گل به آب نمیدادی، دماغ بچم سر ما رو گنده الان سر جاش بود. دماغ دیگه واسه من دماغ نمیشه بابا. نه مادر جان، غصه نخور، عمل میکنیم مثل روز اولش. اینا این کوه اینجا وایساده، از زیر سنگم شده پول جور میکنه، دماغ تو میذاریم سر جاش. کی؟ شوهرش؟ نه خیر، شوهرم. شما؟ من؟ سلام، روز بخیر. سلام علیکم. از طرف مدیریت و پرسنل ورود شما را به کلینیک درمانگران نوین پردازان فردا خوش آمد میگم. طبق گزارش پزشکتون به علت شدت صدمه وارد شده، بینی از دو ناحیه دچار شکستگی شده. جان مادر. که البته باید تا 24 ساعت آینده حتما عمل بشه. اما با توجه به تازه بودن صدمه و تورم کرد، حتما عمل موفقیت آمیزی رو خواهید داشت. خب خوش خبر باشه انشالله. اما با توجه به تراکم بالای اتاقهای عمل ما، لطفاً هر چه سریع‌تر برای رزرو نوبت عمل اقدام کنید. چشم. میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ فکر میکنم اینجوری تصمیم گیری هم برای شما راحت تره. داریم. چرا که نه، هستیم در خدمتتون. بفرمایید. بریم دیگه. بریم، هستیم. کلینیک ما مجهزترین کلینیک در سطح خاورمیانه است که به تمام تجهیزات روز دنیا مجهزه. ملاحظه بفرمایید. دکتر عالمزاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک از اروپا و البته مدیر کلینیک. ما 3 سال پی در پی توسط معتبرترین مجله پزشکی دنیا به عنوان برترین کلینیک ایرانی شناخته شدیم. و اما معرفی کلینیک درمانگران نوین پردازان فردا، نامی آشنا در عرصه جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران و خاورمیانه، پسر چیزی مجهز با آخرین تکنولوژی روز دنیا. اینم دماغ عمل کرده اینجا. ای ای پیت پیت پیت. اوپا. به دلیل حفظ حریم شخصی و نیز مصالح سیاسی و امنیتی، از بیان نام و نشان دادن تصویر همه آنها معذور و اما لیست تعرفه عملهای جراحی کلینیک در درمانگران نوین پردازان کجایی؟ میلیون میلیون. ده تومن خوبه؟ نقطه داره. نه میلیون. بریم بریم. خسته نباشه. قربانش. خانم دماغ، این بخش دماغتون کجاست؟ این خانم من تصادف کرده اومده اینجا، میگن اینجا دماغ داره، یعنی بخش دماغ داره، کجاست؟ همین سمت چپ، پله‌ها رو برو بالا. همین سمت چپ. خب فیلم رو دیدیم. بله. تصمیمتون رو گرفتیم. بله. میریم منزلم. بله. یه لحظه به من اجازه بدیم. ما میریم. محترم، شما اصلا متوجه نشدید. اجازه بدید من دوباره برای شما تحقیق کنم. آخه مادر جون، متری چند، کیلویی چند، چجوری حساب میکنید شما؟ چجوری شما؟ من تمام ساختمون رو دنبال شما گشتم. حالا افسون کجاست؟ حالش خوبه؟ شما نمیخواد دنبال افسون بگردی، میری صندوق ترخیص، من افسون رو خانم برمیدارم. ای پدر جان، این چه حرفیه میزنی؟ بهتره که شما برین صندوق، من از لحاظ روحی و روانی بهتره اینه که به کنار همسرم باشم. بفرمایید مادر جان، بفرمایید. بازم صندوق. عقیده بریم آقا، بریم. اشتباه نکنید، دکترای ما نامبر وانن. نمره یکم باشم، من باید برم صندوق.
حالا بالاخره میخوایم چیکار بکنیم؟ اول بریم یه شام بگیرید، بعد میریم یه تصمیم درست حسابی میگیریم. حق به تو، دست گلی که خودت آب دادی خودت هم جمعش کن بخور مادر. کنون دست گل؟ این دست گل بابا خودش میگفت که اصلا دکتر پنجه طلایی از دبی اروپا میان که دماغ و گونه و چونه و اینا رو براشون عمل کنه. اینی دست گل. خب حالا تحویل بگیر. خب تحویل میگیرم. چشه مگه ندیدی هر کس بچه‌مو دید انگشت حیران به دهن برد؟ نمونهش همین دامادم. مگه نه فرنو جان؟ بله بله بفرما. خوردن اگر مجالش بده شاهد حی حاضر. نه حالا کارش که بد نیست، فقط روسازی. این چیزها رو دیدی نقاش ها رو؟ همین که پاشون از خونه میزنن بیرون، دو ماه بعد اولین دری که بخوره به دیوار تبله میکنه بیاد بیرون، چون زیرسازیش خوب نبوده. آقا درست میگم؟ بله بله. فونداسیونش آقا حرف نداره. چی چی درست میگم؟ ضربش کاری بوده. حرف ها میزنی شما؟ ده بزن تو گوشم. من اشتباه میکنم؟ نه اصلا یه چیز دیگه، این دماغ رو عمل کرده اما نه تضمین داده نه حتی پشتیبانی. حرفا میزنید ها؟ مگه جارو برقیه که تضمین بخواد؟ تو میری در یه بقالی یه لامپ کم مصرف دو تومنی میگیری، 3 سال گارانتی تعویض داره. واقعی همه دماغ، این همه پول دادیم، یه روز تضمین نذاشته. درست نمیگم؟ بله. حالا که اینطوره پدر جام، ما میتونیم به سازمان حمایت از مصرف کننده ها شکایت کنیم که بیان واحد صنفی اینا رو پلمب کنن، بعد ما به پولمون برسیم. مسخره میکنی؟ نه. باید عمل بکنی. کی؟ دکتر پورکیهان؟ بله دکتر پورکیهان. ابدا، جنس مرجو پس گرفته نمیشه. نظر تو چیه بابا؟ دقیقا همینی که بابارم گفت. بابا یه همه پول گرفته باید دوباره عمل بکنه. ولی نمیشه. چرا نمیشه؟ اون لاپای که سخته بود چیکارش میکردین؟ میرفتین در این بقالیه دوباره عوضش میکردین؟ چه فرقی داره؟ منم حالا این دماغو برمیدارم میبرم تو مطبش جلو منشیش و مریضاش، میگم 3 ماه نشده که تو این دماغو عمل کردی، ببینم تو چشام میتونی نگاه کنه. نگاه نمی. چرا پیش خود دکتر پورکیهان نمیبریدشون که عمل کردن؟ چیزه زیاد از کارشون راضی نبودیم، یعنی دل به کار نمیدن، سری دوزی میگن. نگید این حرفو، من شاگردشون بودم. دکتر پورکیهان یکی از بهترین های جراحی پلاستیک و ترمیم ایران هستن. شما اگه از کار ایشون راضی نباشین، کار ما که دیگه جای خود داره. یعنی که پیشنهاد میکنم شما رجوع کنید به خود ایشون، کارتون هم راحت تر انجام میشه. دکتر پورکیهان حق استادی برگردن ما دارن. من شخصا به خودم اجازه نمیدم دست به کار ایشون بزنم. خانم دکتر، حق استادی به جای خودش. الان واقعا 3 ماه نمیشه که ایشون عمل کردن. اینم حال روز ما. واقعا ایشون اگه کارش بلد بودن باعث نمیشدن که کار ما به دوباره کاری بکشه. به هر حال من به خودم اجازه چنین کاری رو نمیدم. آفرین خانم دکتر، آفرین که انجام نمیدین. آفرین.
مگه من جلوم از سر را آوردم در موقع بچه‌مو دست هر کسی میدم کجا رفت اینا؟ اینجا ای؟ مامان نه مادر من لغوه ای بود، اگه دستش گیر میکرده تو که دماغت از ریشه و بون میکرد. بابا تا فردود یه فکر بکر راجع به بشکل بو کرده. اه فکرش در رابطه با دادن پول دکتر که نبوده؟ نه. خب خدا رو شکر خیالم راحت شد. برای اول مجدد دماغ بند. اه آفرین مادر جا، تباس گرفت یه دکتر خوب معرفی کرد. دست مادر جان درد نکنه، مگه ما مشکل معرفی دکتر خوب داریم؟ دکتر پدیدار یه دکتریه که حرف نداره. اگه دکتر پورکیهان شماره یکه، دکتر پدیدار شماره دوه. اصلا یه جورایی نسبت دور داره با مامانم اینا. ما شب مهمونی فامیل دکتر ندیدیم طرف شما. حق با شماست، اتفاقا چیزایی هم که من در موردش میدونم بیشتر شنیداریه ندیداری. اما از اون بچه‌هایی بوده که همونجا بزرگ شده، همونجا دکتر شده. ولی پولش اصلا قابل مقایسه با دکتر پورکیهان نیست. اصلا مجانی میفته، اونم واسه ما. پس مامان جون چه کرده؟ همه رو نمکگیر کرده. خب بریم دیگه، بریم یه دیداری با پدیدار داشته باشیم، ببینیم اون چه گلی به سر ما میزنه. بریم. بهمن یا فکر دماغ بیم بیرون دیگه، بریم دیگه. بریم. ببن وای این چه رنگ بزرگیه. این بسه بچه هم آماده کردی؟ مادر بسید ببینم ببینم جان. آمپول بیهوشیه؟ بله. ببخشینا، از قدیم و ندیم گفتن استفاده هر گونه مواد شوینده. نه مادر جان، بیهوش کننده تو مطابق عمومی ممنوع میباشن. آره ولی نوازه آشناهای آقای دکتر. آشناگریه پس. مادر جان حالا از اینا گذشته، تو بخوای با همین دام کم مصرف عمل بکنی؟ من قربونه دارم حداقل برای عمل پر مصرف بسشی از این زنبوری ها چشت ببینه داری چی کار میکنی. چش قره نداری که دیگه مادر. میخوام پرستار خوب و مهربون، اگر میشه اجازه بدید من یه 5 دقیقه برم پیش خانوادم، نیست قراره عملشم بیهوشم، در این ثانیه آخر مادرم در آغوش. شکل داره راست بگه، ما همیشه خانوادگی مشورت میکنیم. 5 دقیقه. باشه اما فقط 5 دقیقه. فقط 5 دقیقه. آره قربونه، چشم هم بزنی اومدیم. با اجازه ببخش. بریم. سلام علیکم. سلام. یه 4 تا از این آشنای مرغوب به ما بده، ما پرچممون جلو مادرزن بره بالا. چش. فوف بخورم، درد بخورم. تو این هاگیر و واگیر آقا به جایی که به فکر دماغ زنش باشه به فکر شکم بشه. آدمم اینقدر شکم پرست. من به خودم اجازه همچین کاری رو نمیدم. مثل که صافکاری و نجاریه که دست و کار همکارش نمیبره. آقا تو پول تو بگی کار تو بکن. روت میشد راستشو بهش میگفتی آقا، که به خاطر دستگل جنابالی که ما آلاخون بالاخون از این مطب به اون مطب داری میری، یه پولکی شدی افتادی به سری دوزی و کارتو قبول نداری. اینا همش دیگه بهانه است آقا. خوردن بکن، بازم خوردن. این چیه؟ بفرمایی، همون آشیه که گفتم واسه من پیاز داغ نریزه که.
ببخشید. گند زدی دیگه. یه گند میزنی؟ چرا میندازی گردن دکتر؟ اینجوری فقط خودمونو سر زبونا میندازیم، چه آشی هم هست. آمرون دکتر بیچاره رو میبنی؟ بابا اینقدر طرفداری از این دکتره نکنید آخه. شما فکر میکنی من نمیتونستم پول دکتر رو تمامشو بدم؟ اما دیدم داری زیادی میگیری. بیدی دلم راضی نبود. وگرنه پول دکتر پول دکتر درست مهم نیست. اما پول این دکیه رو که دیگه باید بدی. چرا؟ بابا اینا کارگرن، خدا رو خوش نمیاد پول اینا رو هم ندین. تو پول این آشن میشه به دنداری؟ خب واسه همین میخواستم یک سومشو بدم، اما دیدم پرروبازی در میاره، از خیر این یکی هم گذشتم. چرا آقا، مگه بد بود؟ کم رفتیم این مرون بر مطب، مزنه روز دماغ دستمون اومد، خیلی هم منصفانه از ما گرفت، عالی بود کارش. از گفته باشم من پا تو مطب دکتر پول کیهان نمیذارم. آیده تو قابل شما رو نداری، برگ سبزه. ببخشید آقای دکتر، جسارت کردیم. خدمت شما. این چیه؟ این یه چک یک ماه است. بازم چک؟ مثل اینکه مزه اون قبلیه زیر دندونتون مونده. روم سیاه. فکر کنم آقای دکتر باید تابلوی از دادن نسیه مزوریم حتی به شما دوست عزیز رو باید نصب کنن. گفته بودم با آقا بهمن که چی شد. بهمن حالا کاریه که شده دیگه. حلالو میکنه آقای دکتر. آقای دکتر دخترم روش نشد بیاد خدمتون، اینقدر قسمش دادم تا بالاخره راضیش کردم. شوهرش هم اومده الان اینجا. بله بله اینجا، صداش کنم. بشینی خواهش. آه تلفنی؟ بله. خانم کلری لطفاً خانم شرافتی رو راهنمایی کنه اتاق ماینه. اتفاقی نیفتاده؟ اجازه بده؟ اجازه اجازه. آروم باش آروم. آها خوبه. یکی یکی اوی. آروم آروم آروم. خیلی خوب تموم شد. تموم شد دختره. تموم شد؟ اذیت که نشدی؟ در اثر ضربه شدید نیاز به جان انداختن داره. یعنی پای در رفت آقای دکتر؟ یعنی عمل میخواد دوباره؟ ببخشی خانم، اگه یه بینی رو چند بار عمل میکنه؟ ولی خودمونیم ها، من تا حالا نشنده بودم دماغم جا میندازم از این حرف. شما چیو شنیده بودی که اینه بشنوی؟ بعدن که جا انداختم میبینین. یه ذره به راست. خواهش میکنم نیشتونه یه کوچولو ببندین. بله ممنون. آه خب به راست. شهره بگم یه چیزی میخواستم ازت بپرسم. چی؟ ولی دوست دارم که واقعا حرف دلتو بگی. بگو. بگم این دماغ جدید که ما این همه مخارج و این همه بدبختی کشیدیم واقعا میارزه؟ حرف دلمو بگه. آره تو رو خدا. نه اگه به من باشه، من اون دماغ طبیعی خدا دادیشو خیلی بیشتر دوست داشتم. من گفت یه بچه هم شانس نداشت دیگه، دماغ نکشید نکشید عد کشید به تو. من؟ تو خودت تو آینه دیدی؟ تو 10 سال خودت تو آینه نیدی؟ کپ دماغ خودت. خدا نکنه اینا این تمام رو، نیم رو، بالای رو، پایین رو، مجموع رو، دماغش خود عموشه. اصلا چرا راه دور میریم؟ این اصلا چردگی، این تو که دماغش اصلا خود مامان ملی. مامان ملی من؟ بله خود مامان ملی. بیچاره 90 سال که پوستشه که چرده کرده. چردگی پوست چه ربطی به چردگی دماغ داره؟ بهانه نیار آقا، آنچه از دماغ گوین خانوادتن یک جا دارید. دماغ. خواهرتی چرا نمیگی؟ از که 4 تا اسم لغت زدن تو دماغش کشیده این طرف. اینقدر دماغ شادی من نمیگی؟ قربون شما که نداری. من میتونم یه چند لحظه مزاحمتون بشم؟ اگه کوتاه باشه ایرادی نداره.
چیه؟ حبدم خواه تاریخ چک رو عوض کنی آره؟ نه 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 آقای دکتر، فقط میخواستم بدونم منم میتونم سر فرصت مزاحمتون بشم. واسه خب عمل دماغم دیگه. شما که دماغتون خیلی خوبه، سری که درد نمی کنه چرا میخوان دستمال رو ببندین؟ شما لطف داری ولی خودم میدونم که خیلی جای کار داره. البته آقای دکتر اگه تخفیف بدین پول من نقد نقده. چجوری بگم، منم اهل پیچوندن و بالا کشیدن و چیزا نیستم. من میخوام دماغم حلال حلال باشه، چشی کسی دنبالش نباشه. جراحی پلاستیک و ترمیمی یکی از بزرگترین هدیه های علم پزشکی به انسان امروز است که متاسفانه تو کشور ما به عمل دماغ و اینجور چیزا میشناسنش. درست مثل یه ماشین حساب پیچیده میمونه که دست یه بچه که میدی فقط میتونه دو رو با دو جمع کنه. تو میدونی پروژه عملی من تو دکترای تخصصیم چی بوده؟ لابد عمل کردن یکی از همین هنرپیشه‌های توپ و پولساز و چشقشنگ. شاید باورت نشه، یه چوپان بود اهل کردستان، گرگ بهش حمله کرده بود. تو هم که میدونی پنجای گرگ با یه آدم تنها و در حال خواب چی کار میکنه. هنرپیشه رو این قضیه سینما و شهرت و اینا برای ما در حد یه سرگرمیه، وگرنه پیوند انگشتی یه کارگر یا ترمیم شکاف لبی یه بچه بیشتر به ما لذت میده تا برداشتن غبغبی یه هنرپیشه. به نظر من دوست عزیز بچسب به زندگیت بهتره. در رفت زنگ میزنیم پلیس 110 یا بگیرتش. دیگه حرف دماغ بشه من ندارم. چی رفتی انقدر لوسی؟ تو رو اصلا نمیشناسم، چه